همیهنان گرامی، دوستان عزیز بیننده، بهترین سلام ها و گرمترین درود های ما رو بپذیرین. در برنامه تیک تاک امروز در خدمتتون هستیم تا نگاهی و تعاملی داشته باشیم بر مهمترین موضوع سیاسی روز. موضوعی که در گزارش و در گفتگوی سیاسی امروز به اون میپردازیم، تضعیف شدید موقعیت خامنه ای در کشاکش بحران ها و طوفان های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. و اما موضوع بحث و بررسی امروزمون، آخوند احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ارتجا تصریح کرد که مسئله‌ای که الان گرفتارش هستیم اینه که نابسامانی‌هایی که در مملکت هست رو به پای رهبری میگذارن، انگار که فعال مایشا در همه امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رهبری است و مجلس و دولت بیکاره هستن. بعد گفت که باید مراقب باشیم که این نقشه شوم دشمن است و اضافه کرد که تلاش ادعی برای مرتبط کردن مشکلات مذاکرات برجام به رهبری از مسائلی است که با آن روبرو هستیم. اشاره جنتی به فضای کنونی نظامی که از ظریف که در مجلس گفت برای تمام مذاکراتش از خامنه ای اجازه داشته تا سایر مهرهای نظام، خامنه ای رو به عنوان اولین مسئول بحرانهای فعلی می دونن و بر ضرورت حسابرسی از او توسط خبرگان تاکید میکنن. توجهتون رو به گزارش در این باره جلب میکنم. آخوند جنتی که در پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان سخن میگفت، با اشاره به وضعیت انفجاری جامعه که آن را آسیب‌های اجتماعی مینامید، متقابلاً برخورد با آسیب‌های اجتماعی را کار مجلس و دولت دانست و گفت باید با آسیب‌های اجتماعی برخورد شود. این کار را چه کسی باید انجام دهد؟ معلوم است که وظیفه قوای اجرایی در کشور است. این کار نمایندگان مردم و قوای اجرایی است. رهبری هم مرتب دارند در این زمینه رهنمود می دهند و مسائل را پیگیری می کنند. جنتی در حالی فعال مایشا بودن ولی فقیه را منکر می شود که در قانون اساسی رژیم تصریح شده قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است. شرایطی که موجب شده جنتی منکر این واقعیت ها شود، از یک سو شدت اعتراضات اجتماعی است که جنتی با عباراتی نظیر مردم ناراضی هستند و حق دارند که ناراضی باشند و خون مردم را در شیشه کرده اند به آن اذعان می کنند. از سوی دیگر شرایط انفجاری جامعه و استمرار قیام موجب وحشت شدید مهره‌ها و ایادی رژیم شده و زبان‌ها از حاشیه و از درون نظام علیه ولی فقیه و اختیارات مطلق او که نظام را به این نقطه رسانده تیز و دراز شده است. کروبی روز 11 شهریور طی نامه‌ای به اعضای خبرگان ارتجا ضمن افشای صحنه‌سازی‌های رفسنجانی و خامنه‌ای برای نشاندن خامنه‌ای بر کرسی ولایت فقیه نوشت خبرگان اگر خبرگان باشد باید از نتایج سیاست‌های راهبردی رهبر در 3 دهه گذشته که کشور را به اینجا رسانده پرسش کند. در 23 مرداد ماه گذشته نیز آخوند سید علی محمد دستغیب که از او به عنوان مرجع و آیت الله العظما نام میبرند در آستانه اجلاس خبرگان بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن شرایط سیاسی اقتصادی خاص کشور را به اعضای خبرگان گوشزد کرد. دستغیب که عضو سابق مجلس خبرگان ارتجا و از مخالفان کنونی خامنه ایست نوشت خبرگان رهبری وظیفه دارند در اجلاسیه پیش رو برخلاف روند تکراری جلسات گذشته مطالبات مردم در زمینه‌های مختلف را از رهبری مطرح نمایند و ایشان نیز پاسخ روشن و دقیق خواهند داد. عماد افروغ از اعضای سابق مجلس ارتجا نیز در روزنامه ایران ارگان دولت روحانی نوشت که اگر قرار باشد ولایت ایدئولوژیک فقیه مبنا قرار گیرد، در مجلس خبرگان هم باید یک تحول ساختاری صورت بگیرد. وی تصریح کرد ساختار ما قفل کرده است، باید این قفل را بشکنیم، باید انبساط حاصل بشود. بالاترین شرط انبساط هم تحول در مجلس خبرگان است. به نظر می رسد که منظور از انبساط در ساختار پخش و تقسیم اختیارات ولی فقیه به شیوه های مختلف از جمله با شورای کردن ولایت فقیه است که اخیراً شماری از مهره های رژیم نیز روی آن دست گذاشتند.
امروز هم در جلسه علنی مجلس ارتجاع یکی از اعضا به نام پروانه سرشوری با ابراز وحشت از وضعیت به شدت وخیم و بحرانی کنونی که هیچ کس پاسخگوی آن نیست گفت: میخواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر میشود به گروهی که سگانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارد اعتراض کرد؟ سرشوری سپس خود خامنه ای را مخاطب قرار داد و با اشاره به بحران در جمهوریت و اسلامیت نظام از او خواست به تغییرات در این حوزه ها کمک کند. این روزها شاهد هستیم که اخبار مربوط به خامنه ای در رسانه های رژیم زیاد شده و تحت عناوین مختلف در مورد نقش او در وضعیت کنونی رژیم اظهار نظر می کنند. آیا این یک پدیده جدیدی هستش؟ این پرسشی است که تا لحظاتی دیگر در گفتگوی خودمون با میثم ناهید درباره اون صحبت خواهیم کرد. با سلام به شما و با تشکر از شرکتتون در این گفتگو، سوال اولم همونطور که در مقدمه‌ام اشاره کردم اینه که آیا این یک پدیده جدیده؟ من هم سلام می‌کنم به شما و بینندگان عزیز. در حال مجیزگویی و تعریف و تمجید از خامنه‌ای و فصل الخطاب قرار دادن ولی فقیه همیشه در رژیم بوده، اما اون چیزی که الان جدید هست دو طیف سراپا متضاد با همدیگه در رابطه با خامنه‌ای در رژیمه. یه طیف مثل روحانی و ظریف هستن که هدفشون اینه که با توجه به بحران‌هایی که الان رژیم درگیرش است و راه حلی هم براش ندارن، تقصیر این وضعیت رو بندازن گردن خامنه ای. برای نمونه ظریف توی مجلس ارتجاع همین دو سه روز پیش میگفتش که من هیچ کاری نکردم به جز اینی که با اجازه مقام عظما بوده باشه و ایشون ناظر بر تمامی کارهای وزارت خارجه بوده و هستن. یا شاهد بودیم که روحانی تا الان بارها در رابطه با برجام تاکید کرده که مقام رهبری گام به گام ناظر و شاهد و کنترل کننده برجام بودن. خب هدف اینا اینه که بگن اگر الان برجام شکست خورده، اگر این بحران ها رو داریم، مقصر ما نیستیم، ما فقط اجرا کننده بودیم، مقصر شخص خامنه‌ای بوده. یا در رابطه با فقر و فلاکتی که الان گریبان مردم رو گرفته، همین داستان قیمت دلار، نقدینگی و بیکاری و معضلات اجتماعی که خودشون به عنوان نابسامانی‌های اجتماعی ازش نام میبرن، خب حرف اینا اینه که سیاست‌هایی که ما به کار بردیم گام به گام زیر نظر خامنه‌ای بوده. به هر حال این از طیف اول که همونطور که گفتم هدفشون اینه که مقصر رو خامنه‌ای نشون بدن. اما اون طرف طیف یه عده دیگه هستن مثل جنتی که همین امروز که مجلس خبرگان ارتجاع تشکیل شد در مقدمه جنتی خیلی تاکید داشت که بگه که الان یه عده هستن میخوان مقصر نابسامانی ها و وضعیت بحرانی رو مقام عظما نشون بدن، یعنی خامنه‌ای، و اینها هدفش اینه که خودشون رو غیر مسئول نشون بدن. بعد میپرسید مگه مقام رهبری فعال مایشاست؟ و به طور مشخص میگفت الان مشکلی که ما داریم اینه که با توجه به این معضلات و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی که داریم، عده‌ای میخوان مقصر اصلی رو رهبری نشون بدن، یعنی خامنه‌ای. به هر حال الان این دو طیف در رژیم هستن که یه عده میخوان مقصر رو خامنه‌ای نشون بدن، طیف دوم همونطور که گفتم مثل جنتی میخوان فلش تقصیرا که الان داره متوجه خامنه میشه رو منحرف کنن و روی خامنه‌ای نذارن که این فلش هرچی متمرکزتر بشه. بله، پس پدیده جدید اینه که هر دو طرف طیف درباره این صحبت میکنن که خامنه‌ای مقصر همه نابسامانی ها هست یا نیست. این حرف که همیشه میگفتن کارهایی که ما داریم میکنیم، یعنی دولت روحانی میگفت زیر نظر خامنه‌ای بوده، البته جدید نیست، اما
حرف جدید اینه که تا الان میگفتن زیر نظر خامنه ای بوده، الان میگن مقصر خامنه ای، یعنی تلویحاً حرفاشون و مواضعشون این رو نشون میده. خب اما موضوع پایه اینه که تا الان به هر حال این رژیم با بحران‌های مختلف روبرو بود و گام به گام هم همیشه این بحران‌ها از نردبون ارتقا بالاتر میره. خب وقتی که این بحران‌ها جدی‌تر میشن، همیشه علامت تعجب بالای سر یک موضوعی میچرخه، یعنی خود رژیم میخواد نشون بده که گویا یک موضوعی هست که عامل این بحرانی است که الان در جامعه وجود داره. یه روز میگن که موضوع قاچاقه، یه روز میگن موضوع مرساس، یه بار میگن کولبرانن، یه بار میگن اگر قیمت دلار داله بالا میره به خاطر عده صراف هستن که لابلای کوچه پس کوچه‌های تهران دارن به زور دلار با قیمت بالا به مردم میفروشن. یه روز میگن علت تحریم‌های خارجیه، یه روز میگن احتکار پوشک بچه است، یه روز میگن به خاطر اینه که وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده مرز سرخ‌های رهبری رو رعایت نکرد، یه بار میگن نفوذی دشمنه. به هر حال اگر شما به این تاریخچه این رژیم نگاه کنین، گام به گام هر وقت که با بحران روبرو میشه، که همیشه هم با بحران‌ها روبرو بوده و الان این بحران‌ها به اوج رسیده، مقصر رو یک موضوعی جلوه میدن. اما واقعیت اینه که الان چه اتفاقی افتاده؟ به هر حال درسته که تا الان میتونستن معلول‌ها رو به جای علت نشون بدن، البته برای مقطعی، این هم به خاطر اینکه چون موضوع پایه‌ای نبود، چون ریشه‌ای نبود، یعنی اون موضوعی که مطرح می‌کردن علت اصلی بحران هاست، چون واقعی نبود، چون کاذب بود، چون خودش معلول یک علت دیگه بود، هر بار این موضوع عوض می‌شد. اما الان بحران‌های رژیم انقدر جدی شده، انقدر حاد شده، دیگه نمیتونن روی موضوعات فرعی برن، نمیتونن موضوعاتی که خودشون معلول هستن رو به جای علت نشون بدن. به ویژه بحران جدی اجتماعی که رژیم الان وحشت داره از اون، یعنی همین فضای انفجاری جامعه و قیام، به هر حال انقدر موضوع جدی شده که لاجرم عده‌ای در این رژیم، عده‌ای که قابل توجه هم هستن مثل ظریف، روحانی، فلش اصلی میبرن روی اصل موضوع، روی ریشه اصلی همه بحران ها، یعنی برن روی علت اصلی که اون چیه؟ اون هم همون پدیده ولایت فقیه. خب این پدیده ولایت فقیه حاصلش این میشه، این وضعیت خودش، یعنی خود ولایت فقیه ضربه کاری رو در قیام مردم ایران خورده با شعار مرگ بر خامنه ای. به هر حال این دیوار تابویی که در رژیم وجود داشت، یعنی تابوی ولایت فقیه، اونجا ترک خورد. الان بحران‌های رژیم انقدر جدی شده که این کشمکش باندی این ترک رو داره عمیق‌تر می‌کنه. البته خود ظریف و روحانی هم می‌دونن که این برای نظام خیلی خطرناکه، برای همین از طرفی فلش بحران‌ها و علت بحران‌ها رو می‌برن روی خامنه‌ای، اما از طرف دیگه با تعریف و تمجید تلاش می‌کنن این ترک رو بتونه کاری کنن. برای همین هم می‌بینیم که در درون رژیم عده‌ای سر برمیارن و مستقیم خامنه‌ای رو هدف قرار میدن. مثلا کروبی، رئیس پیشین مجلس ارتجاء که خودش از اعضای اصلی رژیم ولایت فقیه، نامه می‌نویسه به مجلس خبرگان و میگه شما مقصرید که از خامنه‌ای بازخواست نمی‌کنید. میگه علت اصلی و مقصر اصلی بحران‌های کنونی جامعه خامنه‌ایه، ولی فقیه شما چرا ازش بازخواست نمی‌کنید؟ حتی عمیق‌تر میره، میگه اصلا از ابتدا قرار نبود خامنه ولی فقیه بشه، قرارمون بر شورای رهبری بود، اما به هر حال شد و کارهایی کردن که خامنه ای سر کار اومد. بعد حتی میگه که اول قرار بود ولی فقیه 10 ساله بشه، اما خامنه این رو هم کنار زد. یعنی اینطوری زیر پای خامنه ای رو خالی میکنه. یا ابوالفضل قدیانی از اعضای باند فاشیستی مجاهدین انقلاب اسلامی که خودش از پایه‌گذاران همین رژیم هست، الان دیگه میگه که وقت اون رسیده که برکناری خامنه‌ای رو بررسی بکنیم. به هر حال اینها نتیجه همون تعمیق ترک‌هایی که بر دیوار تابوی پدیده ولایت فقیه در رژیم ظاهر شده. بله، پس حالا این سوال پیش میاد که پس چرا اصلا ضربه رو وارد میکنن و فلش رو روی خود ولی فقیه و ولایت فقیه میبرن؟
خب هدف اصلی اینا حفظ رژیم ولایت فقیه. اگر هم الان به دست و پا افتادن به خاطر اینه که این رژیم رو میبینن که در مقابله با این بحران‌ها، به ویژه بحران قیام، به هر حال دچار تزلزل شده و نگران این موضوع هستن. از طرفی حرفشون اینه، این نقش مسیری که نشون میدن اینه که تا الان ما با اصلاحات، با مانورهای شیادانه میخواستیم به عمر این رژیم اضافه کنیم، اما الان دیگه عمر مانور اصلاحات به سر اومده. کما اینکه اگر خاطرتون باشه حجاریان که خودش بنیانگذار همین پدیده و تئوری اصلاحات در رژیم ولایت فقیه بود، یا زیبا کلام که از اعضای اصلی باند روحانیه، به صراحت میگن که دیگه اصلاحات تموم شد و پدیده اعتدال و این بازی ها دیگه جایی نداره و انگوش میذارن روی شعار قیام مردم که گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. بنابراین حرف اینا اینه که میگن الان برای حفظ نظام باید یک گام عمیق‌تر بریم و خواستار اصلاحات در رکن رکین نظام، یعنی پدیده ولایت فقیه هستن. میگن اونجا، یعنی ولایت فقیه دیگه باید دوچار یک دگرگونی، دوچار یک تحول، دوچار یک اصلاحات بشه و حرفشون همینه. اما کسایی مثل جنتی اونا چی میگن؟ میگن آخه هر گونه اصلاحات در عمود خیمه نظام، در پایه نظام ولایت فقیه مساویه با سرنگونی نظام، مساویه با فرو ریختن این رژیم. چون آخه رژیم ولایت فقیه، به ویژه خود ولایت فقیه، که ظرفیت تحول و اصلاحات و استحاله نداره. برای همین میان وقتی شما تلاش میکنین که این پدیده رو دوچار تحول بکنین، خودش مساویه با فرو ریختن نظام. کما اینکه حتی در بعد خارجی الان به هر حال رژیم با بحران جدی روبروه، در رابطه با برجام، در رابطه با اروپا، در رابطه با FATF. حرف طرف مقابل با رژیم چیه؟ میگه که مشخصا آمریکا میگه ما خواهان تغییر رژیم نیستیم، ما خواهان تغییر رفتار این نظام هستیم. اما در رابطه با همین تغییر رفتار 12 محور مشخص مادی روی میز رژیم میذارن. اینکه از موشتکی باید دست بکشی، از دخالت منطقه‌ای باید دست بکشی، حقوق بشر مردم ایران رو رعایت کنی و این جور مسائل. اما چرا خامنه‌ای و رژیم به هیچ کدوم از اینها نمیتونن تن بدن؟ روشنه، چون اگر بخوان تن بدن، یعنی اون پدیده ولایت فقیه باید اصلاح بشه، باید تغییر بکنه و هر گونه تغییر، ولو تغییر جزئی در رکن رکین نظام، مساویه با فرو ریختن این رژیم. برای همینم مقاومت ایران همواره میگه اگر این رژیم بخواد تغییر رفتار بده، تغییر رفتار مساوی است با تغییر رژیم. بله، خیلی تشکر میکنم از شما میثم ناهید به خاطر توضیحاتی که دادید. خب بینندگان عزیز، با این گفتگو میرسیم به پایان برنامه امروز. با تشکر از شما که در این برنامه با ما همراه بودید و تا برنامه فردا همتون رو به خدا میسپاریم. موفق و پیروز باشید.